امشب با اورانوس مصمم. حمله انتحاری گروهی بر میدان هوایی جلال آباد. تکمیل شدن پیشنویس تفاهم‌نامه استراتژیک میان افغانستان و پاکستان. و انتخاب شمار از سناتوران مبنی بر دادن نمبر پلیت های ویژه برای وسایط اعضای شورای ملی کشور. من هم یاد خدا و با عرض سلام و وقت بخیر، امروز یک شنبه 12 ماه قوس سال 1391 خورشیدی است که برابر می شود با 2 ماه دسامبر سال 2012 میلادی. مشروع خبرها. میدان هوایی جلال آباد امروز هدف حملات انتحاری گروهی قرار گرفت. مقام‌های امنیتی افغان میگویند در این رویداد 3 محافظ افغان و 4 غیر نظامی کشته شده و 14 نظامی و 3 غیر نظامی دیگر زخمی گردیدند. با گفته این مقام 9 انتحار کننده در این تهاجم سهم داشتند که همه آنان کشته شدند. از سوی دیگر منابع ایساف میگویند در این رویداد 25 طالب مسلح کشته شدند. در عین زمان طالبان ضمن قبول مسئولیت این حمله ادعا دارند که با نیروهای امنیتی افغان و ناتو تلفات سنگین وارد کردند. دادا جلال آباد خار داویل دگر لومړی دروازه ده. این دروازه میدان هوایی جلال آباد است که 50 متر دورتر دروازه دومی موقعیت دارد. حوالی 5 بامداد امروز 9 انتحار کننده بر دروازه هجوم برده و قصد ورود به میدان هوایی را داشتند، اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان و ایساف مواجه شدند. عبدالله وفا معاون والی ننگرهار میگوید که انتحار کنندگان لباس اردوی ملی بر تن داشتند. نخست 2 تن آنان با 2 موتر در مقابل دروازه میدان دست به انتحار زدند. دقایق پس از حمله نخست 3 تن دیگر آنان در این محل دست به حمله انتحاری زدند. پس 4 فرد متباقی دست به سلاح برده و قصد داخل شدن به محوطه میدان هوایی را داشتند که با واکنش سخت نیروهای امنیتی افغان و ایساف روبرو شدند. به گفته آقای وفا درگیری برای 2 ساعت ادامه یافت تا اینکه تمام مهاجمان کشته شدند. معاون والی ننگرهار میگوید که در این رویداد 3 سرباز افغان کشته شده و 14 تن دیگر زخمی گردیدند. همچنان 2 غیر نظامی و 2 دکتر صحت‌عامه ننگرهار که از محل عبور میکردند نیز کشته شده و 3 غیر نظامی دیگر زخمی گردیدند. کرولا و بل سر و پدی که سپاره و دوی یو ساعت جنگ ادامه پیدا کرده چه پر نتیجه که نه کسان مرسوه او مر دولتی قواوی امنیتی اسکر مر سوار اسکر زخمیان دارو او دوه کسه ډاکټر صاحبان چې د خپل کورس د خلکو د خدمت لپاره خپل وظیفې تر روانو هغه هم په دې جنگ کې تر نن راله په شهادت ورسره. نیروهای ایساف میگویند که در این درگیری 25 طالب مسلح و 1 سرباز افغان کشته شدند. ایساف همچنان میگوید که در این حملات به وسایط آنان خسارت وارد نشده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا دارد که در این حملات تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان و ایساف وارد کردند، اما این ادعا از سوی مقامهای امنیتی رد شده است. هنگام تهیه گزارش محل رویداد در محاصره قرار داشت و به خبرنگاران اجازه مشاهده از محل رویداد داده نشد. پیش از این دوباره دیگر طالبان مسلح میدان هوایی جلال آباد را مورد حمله قرار دادند. پیشنویس سند تفاهم‌نامه استراتژیک میان افغانستان و پاکستان که روابط این دو کشور را در آینده مشخص خواهد کرد تکمیل شده است. این سند قرار است میان مقام‌های ارشد افغانستان و پاکستان امضا شود، اما وزارت خارجه افغانستان شرط امضای این سند را مبارزه عملی پاکستان در برابر لانه‌های تروریسم ابراز می‌کند. همزمان با این قرار است وزیر خارجه افغانستان در نشست اعضای ناتو در بروکسل اشراک کند تا در مورد چگونگی مصرف 4.5 میلیارد دلار کمک جامعه جهانی برای نیروهای افغان رایزنی بکند. نرمش سیاست ظاهری پاکستان در چند ماه اخیر در قبال افغانستان خوشبینی هایی را در حکومت افغانستان ایجاد کرده است. این نرمش پس از آن ایجاد شد که قرار است کابل و اسلام آباد سند استراتژیک را امضا کنند تا به اساس آن روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور مشخص شود، روابطی که در چند دهه گذشته اواره پرفراز و نشیب بوده است. سخنگوی وزارت خارجه میگوید پیشنویس سند استراتژیک میان افغانستان و پاکستان تکمیل شده، اما حکومت افغانستان این سند را زمان امضا خواهد کرد که پاکستان عملا در مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری کند. پیشرفت در موارد عمده که در رابطه افغانستان و پاکستان امروز وجود دارد، مبارزه عملی با تروریسم،
حمایت عملی از پروسه صلح افغانستان، تطبیق کامل موافقتنامه تجارت ترانزیت بین دو کشور راه را باز خواهد کرد برای مذاکرات و امضای موافقتنامه همکاری استراتژیک بین دو کشور. ادامه همکاری های ناتو برای نیروهای افغانستان پس از سال 2014 میلادی مورد دیگری بود که سخنگوی وزارت خارجه بر آن اشاره کرد. این مسئول وزارت خارجه می گوید وزیر خارجه در هفته جاری در نشست سران ناتو در بروکسل اشتراک خواهد کرد تا در مورد چگونگی مصرف سالانه 4.5 میلیارد دلار جامعه جهانی برای نیروهای افغان رایزنی کند. پول کمک شده جامعه جهانی به شکل درست، به صورت مؤثر و به صورت شفاف و حسابده در راستای تمویل، تجهیز و آموزش دوامدار قوای امنیتی افغان پس از سال 2014 به مصرف برسد. در آستانه خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 میلادی، نگرانی های در مورد احتمال به میان آمدن مشکلات امنیتی و اقتصادی وجود داشته است. اما ناتو و متحدان دیگر افغانستان همواره تاکید کردند این کشور را پس از سال 2014 تنها نخواهند گذاشت. شمار از اعضای مجلس سنای افغانستان استفاده از پلیدهای ویژه برای وسایط نمایندگان شورای ملی را انتقاد می کنند. در عین زمان معاون مجلس سنا استفاده از این پلیدها را برای امنیت نماینده ها خطرناک می خواند و می گوید باید وکلا از پلیدهای عادی استفاده کنند. در همین حال مسئولان ترافیک کابل می گویند آنان تنها برای 5 از هیئت اداری این پلیدها را توزیع کردند و بقیه وکلا خودشان این پلیدها را برای موترهایشان ساختند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را ارائه می کند. در این اواخر یک تعداد نمبر پلیدها در موترهای شماره از اعضای شورای ملی دیده می شود که علاوه از اعداد برخی حروف ها مانند میم جیم یعنی مجلس سنا و واو جیم یعنی ولسی جرگه درج می باشد. شماره از سناتوران استفاده از این نمبر پلیدها را انتقاد کرده و برخی دیگر می گویند که عدم گرفتاری امیرگال ولسوال پیشین بغلان مرکزی و محمد کمین قمندان امنی پیشین این ولسوالی با انتقادهای شدید اعضای مجلس سنا مواجه شده است. بحث روی گرفتاری این دوتن امروز در نشست عمومی مجلس سنا با تنش‌های لفظی میان دو عضو این مجلس انجامید. برخی از سناتوران می گویند این افراد به کمک برخی مقام های حکومتی فرار کرده و اکنون در کابل پنهان می باشند. وزارت داخله افغانستان هرچند در مورد کمک مقام های حکومتی با این افراد اظهار نظر نمی کند اما با دستگیر شدن آنان تاکید دارد. شرح بیشتر در گزارشی از نصرت پارسا. هفته پیش پس از تکمیل تحقیقات دستور بازداشت ولسوال و قمندان امنی پیشین ولسوالی بغلان مرکزی صادر شد. امیرگل ولسوال پیشین و محمد کمین قمندان امنی پیشین بغلان مرکزی در این تحقیقات به قتل 3 از منصوبان اردوی ملی متهم شناخته شدند. پس از صدور امر دستگیری این دو مقام پیشین باز هم دست به سلاح برده و 4 تن دیگر را مجروح کرده و فرار کردند. رئیس شورای ولایتی بغلان در این مورد وزارت داخله را پاسخگو می‌داند. ی از وزارت داخله از قماندانی زون باید پرسان شود و ای دوباره آمد در بغلان و ای لشکرکشی شد، جنگ شد، مردم بغلان متضرر شد، یک تعداد مردم کشته شد. در اینجا باید ایره ما خواهانی هستیم که حکومت باید از وزارت داخله از قماندانی زون پرسان شود که چرا دوباره قماندان کمیره در بغلان، اگر مجرم بود چرا در بغلان مرکزی روان کردن. اعضای مجلس سنا نیز در نشست عمومی روز یکشنبه خواهان بازداشت این دو تن شدند. برخی از سناتوران میگویند برخی از مقام های ارشد حکومت از این دو تن حمایت کرده و حتی آنان را به کابل انتقال دادند. اصلا چیز نه قلم پاکستان و بغلان کی نه نه مکمل لري او نه عدد لري تخنن تهران پاشیر را راغلی دي و نن په کابل کې دي. ایری کماندان کمین او مچ کماندان امیرګل کس چیال است؟ امیر دولت نمیتونه یک قدر بدبخت و حقیر شدن و وقت نمیدونه باز لافای کلام نزدن. ما جدا قائل هستیم که اینا رو هر چیزو تر گرفتار کنه، اگر نیستم سردرگم مردم نکنه، بگویم گریختن رفتن به کشور پاکستان یا به ایران پراینده شده، ما هم نمیتاریم مثل دیرای این اظهارات حتی باعث ایجاد گفتگوهای لفظی میان دو سناتور گردید. در همین حال وزارت داخله از اظهار نظر در این مورد خودداری می کند اما با موضع‌گیری قبلیشان مبنی بر بازداشت این دو تن پابند هست. از سوی دیگر زلمه ویسا قمندان قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان می گوید اگر این دو تن بازداشت نشوند سربازان نسبت به حمایت مقام های امنیتی از جانشان بی‌باور خواهند شد.